جعفرک عزیز، نظرتون رو در مورد مراسم امروز بگین؟ برای من افتخار بزرگیه که اینجا به عنوان یکی از سخنرانان در کنار فعالین خیلی سرشناس و معروف ایرانی دعوت شدم و خیلی خوشحالم و افتخار بزرگه برام. شما یکی از چهره های خیلی مشهور چهارشنبه سفید بودین توی ایران. اون جنبش یا این چهارشنبه سفید رو چی جوری شما بررسی میکنین و نظرتون چیه در کل در مورد این کمپین؟ خب من جز زنایی بودم که از اوایل کمپین بهش پیوستم. مشخصه‌ای که این کمپین داشت دعوت از دونه دونه شهروندان بود که هر شهروندی خودش صدای خودش بشه و اعتراضش رو نشون بده. چیزی که متفاوت بود که این بود که تو این فعالیت، تو این جنبش، فقط فعالین حضور نداشتن، زنهای عادی، مردهای عادی و شهروندان فقط فعالیت میکردن. و برای من که یه مقدار در مورد اعتراضات زنان جنبش سفرجد اطلاع داشتم، همیشه منتظر یه همچین حرکتی بودم و اولین روزی که دعوت این کمپین رو دیدم فکر کردم که این جواب میده و خیلی خوشحالم که هنوز این جنبش ادامه داره. و روزی که زنهای ترکیه، زنهای کشورهای دیگه شروع کردن از همین اسم استفاده کردن، زنان ترکی بعد از چند ماه به یاد چهارشنبه رو گذاشتن و من رو فالو میکردن و این برای من که میدونستم که در کشور من حجاب اجباری یک سرکوبیه که حکومت قرار داده، ولی در خیلی از کشورهای مسلمون و سنتی این جامعه مرد سالاره که زن رو مجبور میکنه به سانسور. و وقتی میدیدم که زنهای دیگه هم دارن با ما همراه میشن، خیلی برام ارزش داشت و به این کمپین از روز اول ایمان داشتم و همچنان ایمان دارم. پس یعنی شما امروز حضور خانم مسیحیانی نژاد و اینجا خیلی مثبت میبینید؟ بله، ابسولوتلی. مشخصه جنبشی که ما شروع کردیم، من فکر میکنم در تاریخ جزو جنبش های مثبت زنان محسوب بشه در جوامعی که زن سرکوب میشه به خاطر جامعه مردسالار. و یکی از نشانه های سرکوب زن درس کد هستش. من با حجاب مشکلی ندارم تا زمانی که انتخاب یک زن بالغ باشه، زنی که بالغ شده و خودش تصمیم گرفته که مدل به خصوصی لباس بپوشه، برای من ارزشمنده. ولی دختری که در زیر سن قانونی و زنی که به خاطر فشار جامعه، به خاطر فشار حکومت، به خاطر جامعه مردسالار، به خاطر مذهب مجبور بشه که اون چیزی که هست نباشه، من با این مخالفم. اگر حتی تحقیقات باستانشناسی نشون داده حجاب به اسلام بر نمیگرده، از تمدن‌های اولیه شروع شده. درس کد برای سرکوب زنان در جوامع اولیه، تمدن‌های اولیه اختراع شده و همچنان متأسفانه ادامه داره. شاپرک، بعد این که شما اومدین از ایران اینجا، واکنش مردم الان توی ایران مثلا توی سوشیال میدیا چی جوریه؟ اذیتتون نمی‌کنن؟ واکنششون چیه؟ نظر به پست‌ها و ایناتون؟ خب هم خیلی انتقاد داشتم، خیلی اذیت شدم، در این حال خیلی هم پشتیبانی داشتم. جامعه ایرانی یه حسی داره که خیلی دوست داره قهرمان سازی کنه و بعد اگر قهرمان اونجور که دلشون میخواد قهرمان براشون نشه، شروع میکنن به سرکوب. البته بعضی ها این کارو خیلی دوست دارن. من هیچ وقت، همیشه گفتم، نه یه قهرمان بودم، نه کار به خصوصی کردم. من صدای خودم شدم، اعتراض خودم شدم، فقط جای خودم اعتراض کردم. ولی خب وقتی که تصمیم گرفتم بعد از 3 بار بازداشت و 2 تا زندان و اینکه میدونستم که اینها میخوان تا آخر عمر من رو ساکت کنن، تصمیم گرفتم از ایران خارج بشم. خب خیلی خوششون نیامد، چون دوست داشتن قهرمانشون همچنان توی ایران باشه و اونجا صدمه ببینه. و خیلی ها هم پشتیبانی کردن، جامعه بین المللی خیلی از من حمایت کرد و من ممنونم.